عادل فردوسی پور هستم، 20 سالمه، دانشجو سال دوم مهندسی صنایع هستم. وقتی برای نخستین بار جلوی دوربین تلویزیونی قرار گرفت تا یک مسابقه فوتبال را گزارش کند، قطعا تصور نمی‌کرد که روزی برسد که ده‌ها هزار تماشاگر این ورزش به جای تشویق بازیکنان محبوبشان او را تشویق کنند. اما در هفته‌های اخیر و از زمانی که علی فروغی مدیر شبکه 3 صدا و سیما تصمیم به حذف او و برنامه اش گرفته، تماشاگران به جای تشویق تیمشان او را تشویق می‌کنند. این تشویق‌ها حتی به ورزش‌های دیگر هم سرایت کرده. مثلا اینجا در گرگان تماشاگران یک مسابقه بسکتبال یک صدا نام عادل فردوسی پور را فریاد می‌زنند. اما نقطه اوج تقابل عادل فردوسی پور با علی فروغی مدیر شبکه 3 صدا و سیما روز جمعه 31 فروردین بود، زمانی که فردوسی پور در مجتمع کوروش تهران حاضر شد تا با هدف جمع‌آوری کمک به سیل زدگان کتابهایش را برای مشتریان امضا کند. نه تنها کتابهایش به صورت به طور کامل فروش رفت، بلکه مردم شعارهایی هم در حمایت از او سر دادند و شعارهایی هم علیه علی فروغی مدیر شبکه 3. عادل فردوسی پور به سرعت نسبت به این شعارها واکنش نشان داد و از هوادارانش خواست تا علیه فروغی شعار ندهند. جالب است که عادل فردوسی پور خواسته یا ناخواسته شعار علیه علی فروغی مدیر شبکه 3 را شعار سیاسی تلقی می کند و از مردم می خواهد شعار سیاسی سر ندهند. این بدین معنی است که او به خوبی می داند کنار گذاشتن او و تعطیلی برنامهش یک اقدام سیاسی از سوی فردی با گرایش سیاسی خاص است. برای آشنایی با گرایش سیاسی و افکار علی فروغی مدیر شبکه 3 و رئیس سابق بسیج صدا و سیما، کسی که در این بین قاتل 90 لقب گرفته، باید به یکی از سخنرانی‌های گذشتهش مراجعه کرد. بگیم که آقا سرچ گوگل منوال تنظیم میشه، مردم ما نمیدونن. برای همین وقتی که میاد مثلا میخواد بزنه عکس، میخواد عکس فرض بفهمید مثلا تهران عکس برج میلاد رو نگاه کنه، میزنه عکس میبینه 10 تا چیز مسئله دار میاد. برای اینکه سرچ گوگل منوال تنظیم میشه. میدونید چرا؟ برای اینکه فیسبوک اومدن توی فیسبوک آزادی ها یا نمیدونم یواشکی و از این حرفا رو زدن. یه جمع دیگه آقای همدیگه 4-5 روز این اتفاق افتاده، آمدن توی همون فیسبوک آزادی همیشگی رو یه پیجی درست کردن، توش کار کردن. فیسبوک ظرف 2-3 روز فیلترش. شما میدونید ما در قم، در تهران، گروه های سازماندهی شده ای رو برای الغای مد و لباس دستگیر کردیم، اسنادش موجوده، مسئولین انتظامی رو ارائه کردن. پس چرا میگید اثر نداره؟ وقتی یک گروهی سازمان شده میخواد یک جرمی که خلاف قانون انجام بده، معلومه برخورده با او اثر داره. وقتی که خواهر من خواهرم از بچگی چطور سرش میکرد،
بارها در نوجوانی به من گفت چرا مثلا اینا اینجوری تو خیابون میگردن؟ نه خب سوال میشه، بله که اثر داره در حوزه حجاب جامعه. شما شک دارید هنجار شکستن اثر داره؟ شما جلوی یه آدمی اصلا بزرگ و کوشش نداره، شما دوباره توی فضای بی‌ادبال آن را کنم، بنده را کنم، بالاخره آرام آرام آدم تأثیر داره از محیط پیرامونش. چندی پیش حدود 1500 روزنامه‌نگار و خبرنگار در نامه‌ای به علی عسکری رئیس سازمان صدا و سیما از او خواستند که عادل فردوسی پور و برنامه 90 را برگرداند. امضا کنندگان نامه مذکور نوشته بودند یکی از سالم‌ترین، حرفه‌ای‌ترین و تماشایی‌ترین محصولات جام جم را از ما دریغ نکنید. اما صدا و سیما به این نامه هیچ واکنشی نشان نداد و وقتی چند روز پیش خبرنگاران از علی عسکری رئیس صدا و سیما پرسیدند که آیا نمیخواد به نامه پاسخ دهد، این بود واکنش رئیس صدا و سیما. آقای عسکری، هزار تا خبرنگار نامه نشون بده جواب میده. نیاز به رسانه ندید آقای عسکری. جواب بدید. در این بین حمایت از عادل فردوسی پور ابعاد تازه‌تری پیدا کرده. یک روحانی در برنامه زنده تلویزیونی خواستار پخش برنامه‌اش می‌شود. و یه لطفی بکنن، قول میدیم نماز صبحای سه‌شنبه هامون قضا نشه. 90 بذارم پخش کنم. قول میدیم نماز صبحای سه‌شنبه هامون قضا نشه. 90 بذارم پخش کنم. و این هم محمود شهریاری، مجری سابق تلویزیون. سلام عرض میکنم هم میهنان عزیز و ارجمند. هرچند که با خودم وعده کرده بودم در موضوع دیگری غیر از سیل این روزها پستی نگذارم تا آلام همیهنان ما تمام بشه، اما دیدم که این موضوع الان وقتشه و بعدن دیر میشه. هنرمند عزیز کشورمون پرویز پرستویی از چهره‌های محبوب خواسته بودند که به برنامه‌های صدا و سیما نرن و تحریم بکنن تا مدیران این رسانه بدانند که هر برخوردی که دلشون خواست با افراد منتخب مردم مثل عادل فردوسی پور نمیتوانند داشته باشند. من میخوام پیشنهاد دیگری اضافه بکنم و از همه شما خواهش بکنم این اپلیکیشن هایی که صدا و سیما در برنامه‌هاش مخصوصا برنامه‌های ورزشی معرفی میکنه به هیچ وجه استفاده نکنید، تحریم کنید تا مدیران رسانه به این نتیجه برسن. عزیز و ارجمندم، ما اگر به چیزی رأی میدیم باید پای صیانت از رأیمونم بیستیم. برنامه 90 رو ما به عنوان بهترین برنامه انتخاب کردیم، بعد مجری این برنامه رو حذف میکنن و برنامه رو از روی آنتن تلویزیون بر میدارن. تلویزیون ما متاسفانه به جای رسانه ملی تبدیل به صدا و سیمای ستاره مربع شده و این صاحبان اپلیکیشن ها نه تنها روی محتوای برنامه ها بلکه روی مجریان نظر میدن و برداشتن عادل فردوسی پور هم شما میدونید که از این دسته تصمیمات بوده. خواهش میکنم کسانی رو که به برنامه ها میرن آنفالو بکنید و اپلیکیشن ها رو تحریم کنید. بگم نوارون، ببین من که معتقدم به اینکه ما باید سانسور منطقی داشته باشیم. من معتقدم به چیز فاسد رو حذف کرد. معتقدم به این روش اهل بیت و امام و رهبری هم همین بوده. مردم هم نمیخوان چیز فاسد در دستشون باشه، چه غذا باشه، چه دارو باشه، چه محصول فرهنگی باشه. مردم نمیخوان. اگر این بود مردم هر بچه‌شون لخ می‌کردن تو خیابون. مردم نمیخوان بچه‌شون فاسد بشن. شما چرا نمیایید بگید همین امام تو انقلاب فرهنگی با دانشگاه‌ها چیکار کرد؟ چرا میگید آقا مگه نمیگید امام سیره عملی امام کاری که امام تو انقلاب فرهنگی دانشگاه‌ها رو بستن، دستور دادن و حمایت کردن. همه سخنرانی ما توی اون یه سالی که دانشگاه بسته بود موجود بود، من اتفاقا توش مرور هم کردم، میتونم همینا شروع کنیم براش با هم مرور بکنیم که امام دستور دادن، حمایت کردن، توصیه دادن، راهبر دادن برای حذف اساتید فاسد از دانشگاه ها. همین امام اصلا نمی‌دونم از کجا می‌آیم.
سیاسی.